سلام ببینید ماهتون امیدوارم حالتون عالی باشه بچا تو این ویدیو میخوایم راجع این صحبت کنیم که چطوری میتونیم عفونت و درد دندان رو کاملا از بین ببریم مثل همیشه اگر به موضوعات پوست مو سلامتی زیبایی علاقه من هستین خوشحال میشم که کانال یوتیوبمون سابسکرایب کنید ویدیو لایک کنید و نظراتتون تو قسمت کامنت برای من بنویسید بچه یه چارت درمان خونگی هستش که در از شما موقعی که دندون درد خیلی شدیدی دارید میتونه کمک کنه به بهبود دردتون خب که حالا قراره که با همدیگه این موضوع بررسی کنیم اول از همه میخوام بهتون بگم دندون درد ممکنه به خاطر چه مسائلی باشه دندون درد بچه ممکنه به خاطر مشکلاتی مثل بیماری لثه دندونی که شکسته یا ترک خورده یا دندونی که کاملا پوسیده هستش به وجود بیاد حالا ما میخوایم فکوسمون رو بزنیم بیشتر و بحث پوسیدگی دندون و ببینیم که چجوری میشه این موضوع رو کاملا آبوم کرد و اوکیش کرد خب همونطور که میدونید بچه دندون از چهار تا لایه تشکیل شده یکی مینای دندونه آج ساوج مغز دندون یا بهش میگن پالپ مینای دندون ماده خیلی محکمی هستش تو بدن انسان و خیلی هم شکننده است مینای دندون قسمت بیونی و بچه تشکیل داده بعد از مینای دندون لایه آج میاد که یه بافت خیلی انصاف پذیری هستش و نرمتر از مینای دندونه در زیر آج دندون سمان یا همون ساروج وجود داره که یه ماده استخو مانندیه و بسیار خاصه و بعد هم ساروجه که ریشه دندون میشه و نرمتر از آج و مینای دندونه عملکرد اصلی و اولی اون به عنوان یک واسطه که بابات پیودنتال رو به دندون متصل میکنه من خیلی نمیخوام وارد بحث پزشکیش بشم چون یه موضوع حالا مربوط دندون پزشکیه ولی خب بریم حالا اصل ویدیو خودم پوسیدگی دندون بچه نتیجه وجود یه سری باکتری هایی که تو دندون حضور دارن معمولا باکتری ها از قند و شکری که شما در طول یک روز تو برنامه غذاییتون دارید مصرف میکنم واکنش نشون میدم و زمانی که باکتری های موجود در ده دهان شکر یا قند مصرفی رو میشکونن یه سری پلاک های چسبنده روی دندون تشکیل میشه که پر از اسیدم هست که اگر این موارد به واسطه حالا درست مسواک زدم و بقیه داستان ها درمان نشه میتونه باعث تشکیل یه سری تارها و یه دندون بشه که اونها قابل شستشون نیست حالت اسیدی داره و در نهایت منجر به پوسیدگی دندونتون میشه و بعد ممکنه که به در مغز دندونتون هم برسه و دچار عفونت بشه حالا بریم سراغ راحل های درمان اگه دندون درد شدید داشتید اول از همه اینو بهتون بگم که در وحله اول بچه دسترسی پیدا کنید به یک دندون پزشک و بذارید کاملا معالجتون کن و اما اگه ممکنه که یه وقتایی توی یه سری مناسبت ها روزهای تعطیل دسترسی به دندون پزشک نداشته باشین و نتونید اونو پیدا کنی واحل های خونگی میتونه به شما کمک کنه یه اولین واحل استفاده از میخک هستش بچه ها میخک حاوی موادی به نام اوژنول که در از یک مسکم از دوفونی کننده قدرتمنده میخک معمولا توسط دندون پزشکای قدیمی برای درمان درد دندون استفاده میشد و به عنوان یه بیهست کننده بود که شخص درد و کمتر احساس میکرد البته عملکردش هنوز مشخص نیست که چطوری تاثیر میذاره ولی خب در کل باعث میشه که کلا دندون دردتون کاهش پیدا کنه و بشه مختلفی برای اعمال میخک روی دندون وجود داره مثل چی؟ شما میتونید از روغن میخک استفاده کنید برای این کار کافیه که کمی روغن میخک و روغن زیتون رو مخلوط کنید روی پنبه بزنید و بعد روی دندونای خودتون قرار بدید وقتی این کار کردین حلوش یه،, یه و بیس دقیقه که گذشت میتونین حالا دهانتون رو به واسطه یک دهان در باسته و در نهایت یک مسواک زدم بشوید بچا یادتون باشه این ماده رو بیشتر از 20 دقیقه نذارید رو دست دندوناتون بمونه چون ممکنه که نتیجه منفی داشته باشه و خود این قضیه باعث حساسیت روی دندونتون بشه که نسبت به دست غذاهای گرم و سرد ممکنه که دندوناتون واکنش نشون بده دومی بحث الکل هستش بچا استفاده الکل من توصیه نمی کنم. اما این واسه زمانی که شما هیچ واحل درمانی دیگه ای نداشته باشید و الکل تو درمان دندون‌های دندون خیلی موثره درد رو کاملا کم میکنه و نتیجه خوبی هم داره بعدی استفاده از روغن نعنا هستش روغن نعنا به عنوان یک بیهس کننده و تصمیم کننده درد ازش استفاده میشه بر این کار کافیه که این روغن رو بنزید دهل پونزه قطعه با دو قاشق غذاخوری واقعا خونسا مثل واقعا زیتون یا روغن دانه انگو با هم دیگه ترکیبش کنید این واقعا باید قبل از مصرف بچا وقیق بشه تا باعث تحریک نهان و ناحیه دندون نشه یه پرمه تمیز برمیدارید تو محلول میزنید اون رو در طاف دندان و روی دندوناتون میزنید مثل دفعه قبلی بچه بیشتر از یه بیست نمونه چون باز هم ممکنه باس حساسیت کنه و خلاصه که ولی تاثیر خوبی داره بعدی آخرش که به نظر من تو هر خونه میشه این موضوع داشت شست و دهان با آب نمک بچه ها برای توی زمانهای خیلی قدیم آب نمک به عنوان یک درمان برای دندون درد استفاده میشد زمانی که باکتری ها شکر رو میشکونن یه اسیدی تشکیل میشه به اسم اسید لاکتیک خود آب نمک باعث خنسا شدن اسید لاکتیک میشه که این خودش درد دندون رو تو شما کم میکنه کافیه یه پیمون آب گرم یه دوم قاشق چای خوبی نمک دریایی رو بهش اضافه کنید ترکیب کنید بذارید به مدت یک دقیقه تو دهانتون بمونه و این کار در طول روز باها تکرار کنید اینها ها حل هایی هستش که به صورت فوریه اما اگه دیدیم با این وجود باز درد داشتید حتما در اسرع وقت به یک دندون پزشک مراجعه کنید و اینکه امیدوارم که همیشه دندونای سالمی داشته باشید و هر شش ماه یک بار هم در طول سال حتما برای چکاب دندوناتون به دکتر مراجعه کنید. اگر شما با حل فوری دیگه هم صورت دارید خوشحال میشم تو قسمت کامنت بنویسید ویدیو رو لایک کنید و اگر عزیزی دارین که دندون درد این ویدیو حتما برای شیر کنید تا اون هم از این موضوع استفاده کنه مرسی